به نام و یاد پروردگار به همتا دانش آموزان عزیز سلام امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشین در خدمت شما عزیزا با یک درس جدید از مضمون کیمیای صنفه 11 هم هستم عزیزان ما و شما در ادامه درس های خود به گروپ پنجم رسیدیم قرار است که در 93 مین درس ما عناصر گروپ پنجم اصلی را بخوانیم تا به امروز در مورد عناصر گروپ هفتم در مورد عناصر گروپ ششم البته از بخش غیر با هم دیگه خواندیم نظر به اون ترتیب کتاب مکتب را میگم و به خیر امروز ما گروپ پنجم را میخوانیم و بعد از اون مطمئن دیگه شما میفهمین که یک گروپ دیگه هم غیر فلز که کوره باید با هم بخونیم خب عناصر گروپ پنجم اصلی از لحاظ موقعیت در جدول دورانی عناصر در اینجا قرار دارن یعنی عناصر هستند که شما ها حتما با سمبول از یا آشنایی دارین من یک بار نامشان رو میگیرم باز و تختم کار میکنم شان نایتروژن هست نایتروژن فاسفورس هست ارسنیک انتیمونی که به نام لاتین استیبیم میگنشه شه مو هم از روی نام لاتینیش گرفته شده و بسموت دو از این سبز است یک دلیل داره از خود ما همین دلیلش میخوایم براتون بگم این دو دانه ای که سبز رنگ است اینا غیر فلزات هستند عناصر غیر فلزی این دو تایی ای که رنگ متفاوت داره به نفش تقریبا هستند اینا شبه فلزات هستند شبه فلزات و یک دانه که پایین پایین از بیسموت این فلز است و باید ایران برای شما بگم که آخرین عنصری که طبیعی و رادیو اکتیف نیست عناصر طبیعی تا یورانیم هست که حالا در اینجا نامده تا یورانیم هست تا عنصر 92 دوم اما اونا باز رادیو اکتیف میشه این از اینجا که پلونیم، استاتین، رادون، فرانسیم اینا دیگه همگی رادیو اکتیف میشن یعنی خود به خود از خود اشعه پخش میکنن اما بسموت پایدار است از خود اشعه پخش نمیکنه خیال فامید و دو مرد دو تا اولیش غیر فلز دو تای دیگه شبه فلز یک شم هست به صورت فلز خب میایم بعضی موضوعات رو با هم در مورد همه عناصر اینجا ترسیم میکنیم ما و شما اولین عنصرش گفتیم هست نایتروژن نمبر اتمی نایتروژن هفت است عزیزا بعد از او فسفر هست که نمره اتمی فسفر است 15 هست و مو ترتیب بعدش آرسنیک است بعدش انتیمونی هست و بعد از او بیسموت هست اینا نمره اتمی شانس 3 و 51 83 ده ای صوبه موقعیت اگه بیای بسنجی اه ای در پریود دوم است به همین ترتیب پریود سوم است ارسنیک در پریود چهارم است پریود پنجم است پریود ششم است اگر تقسیمات الکترونی و آرایش الکترونی از را ترسیم کنیم به یک مطلب جالب دست پیدا می کنیم ای نایتروجن ما یک اس دو دو اس دو دو پی خب ببینید هفت تا داشتیم چهار تایش تا توضیح کردیم سه تا باقی مانده در پریود دوم از عزیزا ساختمان الکترونیش ختم شده به دو اس دو دو پی سه اگر فاسفور است که در پریود سه و آرایش رسم کنیم میشه یک اس دو دو اس دو دو پی شش سه اس دو سه پی خب دقت کنید اینجا پانزده دانه الکترون داشتیم دو تایش اینجا ماندیم دو تایش اینجا شش تایش اینجا که شده ده تا دو تا را اینجا ماندیم شده دوازده تا باقی مانده چند تا؟ سه تا سه تا نرم اینجا میمانیم. حالا اگر بیایم ببینیم در اینجا چون در پریود سومه ساختمان الکترونیش هم ختم شده به اینمی ساختمانی که مشابه هست فقط عددهایش مطابق به نمبر پریودش هست اگه شما ارسنیک آمارایش الکترونی کنین ختم میشه به چهار پی سه اما دو دانه الکترونش در چهار 2 هم هست انتیمونی هم چنان چون در پریود پنجم است و پنج پی سه البته پنج اس دو داره دو تا الکترونش در اونجا است و بسموت به شش پی سه که ای هم همراه خود شش اس دوره داره میتونیم بگویم ساختمان قشر ولانسی اینا هست ان اس دو ان پی C و اگر از شما کسی الکترون های ولانسی از یار خواسته باشه میگن خوبی دو تا الکترون ولانسی اینجام سه تا دو سر جمع کنیم چند تا الکترون ولانسی؟ پنج دانه پس هر اینا چون در گروپ پنجم هستن خیلی پنج الکترون و ولانسی هم دارن دیگه عناصر گروپ اصلی مطابق به نمبر گروپ خود اونمق الکترون و ولانسی داره مثال در دا گروپ اول اگه یک الکترون و ولانسی است اگه در گروپ هفتم است هفت الکترون و ولانسی است یعنی هفت الکترون در قشر آخریش است اینجا چون در گروپ پنجم است پنج الکترون در قشر آخریه اینا هست اگر من نایتروژن رو به این مدل هم بر ترسیم کنم این باشه هسته نایتروژن دو تا الکترون در مدار اول خود داره در مدار دوم خود که مدار آخریش میشه پنج تا الکترون داره که یعنی پنج الکترون دو تا ده اس شش دو تا سه تاش ده پیش میشه خب حالا ادامه مطالب رو میریم با هم دیگه از سلاید تعقیب میکنیم شما موضوعات رو تا اینجا دیدین و فهمیدین ببینین عزیزا در اینجا ما بعضی از مشخصات عناصر گروپ پنجم را ماندیم شامل عناصر خب تکرار است نایتروژن فسفر است ارسنیک انتیمونی بسموت تعداد الکترون ولانسی پنج عدد من اینجا رو کار کردم به خاطر ازی که تو ایره بفهمی که وقتی میگم پنج عددی پنج از کجا آمده حال میفهمی وقتی تقسیمات الکترونی کنی میدانی که مدار آخر پنج دانه الکترون داره از طرف دیگه ساختمان قشر ولانسیش NS2NP3 هست N برای هر انصار نمبر پریودش می اینکه که در کدام پریود هست و اما اینمی این ساختمان قشر ولانسیشان است. یک مطلب آخری که باید خوب درکش کنی ای است. نمبرهای اکسیدیشنشان از منفی سه الا مثبت 5 اما یک نکتر امی لحظه میگم منفی فقط و فقط غیر فلزاتش به خود میتونه بگیره شبه فلز و فلزش فقط و فقط مثبت را به خود میگیره اما غیر فلزش هم منفی را به خود گرفته میتونه هم مثبتشه یعنی نایتروجن و فاسفوره است هم چارج منفی سه میتونن داشته باشن منفی دو و منفی یک و صفر و مثبت یک و مثبت دو و مثبت سه و مثبت 4 الا مثبت پنج رو به خود میتونه که داشته باشه اما چرا چارج اینا از منفی سه شروع میشه تا مثبت پنج ادامه پیدا میکنه یک بار دیگه هم توجه شما رو به تخته میخوام. دا ما در یک قسمت اگر بیاییم اینجا یک رگه دقیق ببینیم در مدار آخری ای اناسار پنج دانه الکترون وجود داره پنج دانه اگر اینا خواسته باشن حالت اکتیت خود را پوره کنن حالت اشت الکترونی خود را یا باید سه تا الکترون بگیرن وقتی سه تا میگیرن سه تا چارج منفی در اینجا اضافه میشه چارج میشه منفی سه چون در مابین هسته ما پنج تا پروتون است پنج تا الکترون ببخشید هفت تا پروتون در دا اینجا داشتیم هفت تا در ما کلا برای نایتروژن الکترون هم داشتیم حالا وقتی سه دانه میگیره خیلی منفی سه میشه یک حالت اینجا منفی میشه یا یکی ای سه تار نمیگیره اینمی پنج دانه هم مکمل میبازه تا حالت اکتیتش پوره شود البته در قسمت عناصر پایین تر که این شبه فلزات ما باشه و غیر فلز, فلز ما باشه اینجا الکترون فقط میبازه نمیگیره فقط در دوتای اولی وام در حالتهای خاص میگیره خب این در قسمت حالت نمبرهای اکسیدیشن که شما از زامیره درک کرده باشین که چه معنا داشت حالا میریم به بعضی از مشخصات ظاهری عناصر گروپ پنجم میگه نایتروژن غیر فلز است گاز بیرنگ است حالت گاز را داره اطراف ما و شما حدود هفتاد و هشت فیصد گاز نایتروژن است درسته؟ حدود هفتاد و هشت فیصد گاز نایتروژن فاسفورس هم غیر فلز است موم مانند است درست است موم مانند است سه رنگ داره سیاه سفید سرخ ارسنیک یک شبه فلز است میگه جامد فولادی خاکی است یعنی یک رقم مکس فولادی و خاکی رقم هست و انتیمونی شبه فلز است جامدی از سفید آبی مانند است رنگ مکس داره گد است گدود است و جامد گلابی روشن هست ما در اینجا یک تعدادی از عکس های را جمع کردیم در مورد خود ای اناسار عزیزا نایتروژن مایع را شما در اینجا میبینین اگر نایتروژن را بسیار سرد بسازیم بالاخره حالت مایع را میتونه به خود بگیره اما خب چونی پایدار نیست ببینین اینجا این گرم نیست این فوق العاده سرد است همین که سرپوش ظرف مخصوصی رو که ایره نگهداری میکنه مایع خالی کردید داخل ظرف شما مندازین همون لحظه لحظه به بخار تبدیل میشه همون لحظه پس به گاز تبدیل میشه همون لحظه و تو پایدار نیست که همین رقم مایع بانه شما در اینجا فاسفورس سرخ دارین فاسفورس هست که یک غیر فلز است هر دوی از یا در اینجا ما ارسنیک را داریم عزیزا ارسنیک و نمبر اتمیش است نامش و کتله اتمیش نسبتا تقسیماتی است که مدار اولش چند الکترون میگیره مدار دوم مدار سوم و مدار چهارمش در اینجا ما شما کرستال انتیمونی داریم کرستال انتیمونی به این شکل هست و در اینجا هم داریم کریستال بسموتر را عزیزا که به این مدل هست و در نهایت ای بود در مورد خود این عناصر مشخصاتشان که گفتیم یک اندازه شما همراهش بلدیت پیدا کنین بعضی از موضوعات دیگر رو میگیم باز درس امروز رو دیگر خلاص میکنیم از بالا به با پایین جدول ان... جدول عناصر خواص این عناصر این رقم تغییرات می ببینین از سمت بالا که نایتروژن است باز می پایین فسفر است پایین تر ارسنیک پایین تر انتیمونی پایین ترش بسموت این خصوصیات افزایش می آباد. یعنی از سمت نایتروژن به سمت بسموت نمبر کتله زیاد میشه این نمبر کتله در بسموت 83 هست در حالی که در نایتروجن 7 است پس ببین نمبر کتله هر قدر به سمت پایین اومده ام افزایش پیدا کرد درست است یک مطلب موضوع دیگه شعای اتمی و آیونی است چون تعداد مدارها زیاد میشه شعا هم زیاد میشه موضوع دیگه کسافت است از بالا به با پایین کسافت بیشتر میشه عزیزا پایین تر که میاییم فلز است فلز نظر به غیر فلزی که گاز باشه سنگین تر است سنگین تر, سنگین تر باشه یعنی کسافتش بیشتر هست و نقطه زوبان و غلیانش هم افزایش پیدا میکنه یقیناً عنصر اول اول ما گاز است گاز درجه زوبان غلیانش منفی از وام از نایتروژن منفی شش درجه زوبانش است در حالی که بسموت جامد است معلوم دار است که مثبت چند درجه زوبانش میشه اما اینی خصوصیات هم کاهش پیدا میکنه شما هر قدر به سمت پایین میایین منفیت برقی کم میشه و انرژی آیونایزیشن هم کم میشه چون شما به سمت فلز میرین دیگه میل به گرفتن الکترون نداره و زود به های خود تبدیل میشه خب عزیزا این بود در مورد درس 93 ما امیدوارم که با گروه پنجم آشنایی کافی را حاصل کرده باشین تا روز آینده که با درس جدید در خدمتان هستم هم. همگیتون رو به خداوند یکتا میسپارم